سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال پرژن ریویو خوش اومدین. یه نکته ای که در رابطه با فضای مجازی و کانتنت و حالا به صورت کلی هنر به نظر من وجود داره اینه که تمام آدما دنبال یه چیزی، یه المانی به جز سرگرمی توی اون هستن و تمام کسایی هم که تولید میکنن، پرودوس میکنن هنر و حالا کانتنت و توی هر مدل پلتفرمی باید به این سمت حرکت بکنن و به اون مخاطبی که دارن یه جوری بقبولونن که چیزی که دارن میگن واقعیه. اون ژانر هنری هم که نتونه این کارو انجام بده به نظر من دیر یا زود از بین میره، که همونطور که الان میتونیم ببینیم مثلا توی ژانر موزیک الان چیزی که خیلی همه بهش توجه دارن قطعا سبک هیپ هاپه و توی سبک هیپ هاپ هم دریل خیلی مورد توجه جوان قرار گرفته. دلیلش هم اینه که ادعایی که توش میکنن اینه که ما از واقعیات داریم میایم میگیم و اینو توی مصاحبه های افراد مختلفی که حالا دیری تولید میکنن یا حالا توی حوزه رپن حتما متوجهش شدید. یعنی خیلی ها میان میگن که ما واقعا داریم زندگی واقعیمون رو و همون اتفاقایی که توی روزمره میفته رو میگیم و تخیل پردازی نمیکنیم. توی یوتیوب هم دقیقاً به همین صورته، یعنی کسایی که واقعا یه کاری انجام میدن، مثلا میخوان یه چالشی انجام بدن، موقع مخاطب خیلی تحت تاثیر قرار میگیره که واقعا اون چالش رو بکنه. دفعه وسطش مثلا سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به قسمت سوم چمدون‌های گم شده، شاید هم دزدیده شده. برای بچه‌هایی که نمیدونن داستان چیه، تو سرتاسر دنیا چمدونایی که گم میشن تا یک سال نگه میدارن تو فرودگاه‌ها، بعد اون به صورت قانونی و غیر قانونی میان میفروشن به مشتری‌ها و ما هم این کار انجام دادیم. برای بار سوم این دفعه چمدون خیلی بزرگ و گرون و پر وجنات خریدیم که قرار با هم دیگه باز کنیم ببینیم چی توشه. دل تو دلم نیست که ببینم داخل این چمدون بزرگ و جذاب چی میتونه باشه. همین الان میگم مارک چمدونه دلسیه، مارک خوبیه، گرونه، همین چمدونش گرونه. بریم با هم دیگه این ببین. یه چیزی که توی کانتنت های یوتیوب خیلی مهمه و حالا کلن یعنی فرق نمی کنه توی فضای مجازی یا غیر مجازی، اون اینه که شما بگید خیلی زحمت کشیده شده برای یه کاری که انجام شده. حالا این زحمت یا زحمت انسانیه یا اینکه مادیه. مثلا من برای این ویدیو فلان مقدار خرج کردم، حالا مثلا بقیه کسایی که دارم ویدیو میسازم براتون 1000 تومان هم خرج نمی و این چیزیه که خیلی تاثیر میذاره همیشه رو مخاطب. الان هم خودتن تو همون اینتروی ویدیوش ای خیلی داره اشاره میکنه که اینم گرونه، اونم گرونه، مارکش هم که خیلی خفنه، میخواد غیر مستقیم بگه که من رفتم کلی هزینه کردم و اینو از یه فرودگاه بعد از اینکه یک سال گم شده بود خریدم. دستش اون چه اول اونو چند گرفتی؟ ببین نمیگه ولی میدارم خیلی این گرونترینه، یکی مونده به گرونترین چمدونه بود که دوستم پیدا کنم و گرفتم. خب اگه شما دوست داشته باشین گرونترین هم میگیرم. بعد این من بگه چرا خوشحالم. بابا یه چیز خوبی دارم میبینم، چیز خوبی دارم میبینم و اینکه این از یه شخص شخص میفروشه و این هم چه مثلا میفروشه. آخو هم بهش گفتم یه چیزی مثلا توش و اینا و گفتم چه چرت و پرت و اینا، آقا نه برای من مثلا همون قیمتی که مثلا سفارش دادی و اینا تو همون لوله، یعنی در میاد، یعنی در میاد. امروز بالاخره بعد از تلاش های فراوان فاطینا ها سجاد تونستن که چند صحف و ظروفه قذری دورن دورن دیماروفسکیه. لالی فکر میکنی توشم هست؟ سلام آقا، من مامانم اومده بود اینجا پیشمون، بعد اینکه تو راه که داشت میومد و اینا چمدونش گم شده بود، دیگه ما رفتیم فرودگاه و کلی دیگه مثلا کاغذ مغز اینا پر کردیم و اینا، بعد ما رو بردن یه جایی، یه حالتی بود که کلی چمدون بود اونجا. من گفتم اینا چیه؟ گفتش که ما چمدونا یا چیزایی که گم شده باشه و صاحبش پیدا نشده باشه رو میفروشیم. باورتون میشه؟ و یه صدایی از درون من به من گفت خانم رخصاده بخر و خری نخری. یه حس جذابی بود که مثلا من بخرم ببینم تو چمدونه یکی چی میتونه باشه. از یه وری هم یه حس بدی هست که بیچاره مثلا وسایلشو گم کرده. خلاصه من گفتم که من میخرمش توفا چمدون خریدم از فرودگاه. حالا چند خریدم؟ 300 یورو، باورتون میشه؟ و اینکه حالا قیمت های مختلف داشت و مثلا کوله پشتی داشت، چمدون های بزرگتر داشت و اینجور چیزا. ببینید حالا دوباره برعکس فاطینا این برای پانیز این ویدیو که خب خیلی
این سبک زیاد تولید کرده توی چند ماه اخیر و دوره اولش اومد یه ماجرای ساختگی گفت. آخه خب قطعا پانیز یه یوتیوبر خارجی یا یوتیوبر ایرانی دیگه که این کارو کرده رو دیده و بعد گفته که حالا بیام یه همچین ویدیویی بگیرم، چجوری ممکنه که واقعا رفته باشه توی حالا یه فرودگاهی ساک خودشو گم کرده باشه، بره توی یه بخشی و بعد توی اون بخش بفهمه که چمدون میفروشن و بگم من چمدونو بخرم بیام ویدیو بگیرم؟ خیلی ماجرای لوسیه و اصلا همچین چیزی حداقل تو فرودگاهی که من رفتم، حالا نمیخوام بگم تعدادشون خیلی زیاد بوده، ولی چند تا فرودگاه مختلف توی کشورهای مختلف به هر حال من رفتم، تا حالا همچین چیزی ندیدم که بیان چمدون یه نفر دیگر رو بخوام بفروشن. اصلا این کار چه معنی میتونه بده؟ واقعا کاملا مشخصه یه کانتنت یوتیوبه و هیچ جایی همچین اتفاقی نمیفته، به خصوص که حالا یه نفر بخواد بره یه چمدون گم شده بگیره و بعد بیاد با قیمتش پوز بده که بگه من مثلا کانتنت خیلی خفن دارم براتون درست میکنم، زحمت میکشم، هزینه میکنم. کیوتی‌پای قطعا یکی از خفن‌ترین کسایی که روست میکنه کارای دروغی که توی کامیونیتی شروع میشه به انجام دادن، یعنی برای کپی هم هست دیگه، یعنی قطعا توی کامیونیتی فارسی که شروع نشده از کامیونیتی خارجی، ولی معمولا اینجوریه که زودتر از همه میاد واکنش نشون میده و حالا یه ترند دروغینی که شکل میگیره رو شروع میکنه به روست کردن که در رابطه با سبک ویدیوهای گم شده هم دقیقا همین کارو کرد. من خوش اومدید رفقا، امروز یه محتوای بسیار بسیار دارک داریم بچه ها، خیلی دارکه این ویدیو. من رفتش رو میگم، یه سری از یوتیوبرها چمدون گم شده عتیقه خریدن، چمدون گم شده از تو فرودگاه خریدن، چمدون گم شده از تو نمیدونم حالا از یه ناز سری فولی خریدن، منم خب خریدم دیگه بچه ها، کی به کی چمدون گم شده یه همجنسگرا رو خریدم. نه واقعا دارم میگم، چمدون گم شده یه گی یا اما همجنسگره رو خریدم، میخواییم با هم توشو ببینیم. حالا بهتون نمیگم چقدر خریدم. واقعا سبک کارهای کیوتی‌پای خیلی یونیکه، یعنی مشابهش رو نمیدونم. سبک ادیتش رو شما نگاه بکنید، کاری به این که آدم داره رست میکنه کسایی که اون سبک ویدیو رو درست کردن کار ندارم، اصلا خیلی یونیکه. چجوری ممکنه که یک کسی اینقدر خلاقیت داشته باشه؟ حالا خیلی مخالفم با حرفایی که میزنه، چون یه مقدار برها فاز جنسی و حرفای شاید مثبت 18 طوری داشته باشه، ولی برای کسی که مثبت 18 باشه واقعا قابل درکه. منظور پشت حرفاش خیلی مهمتره حالا از چیزایی که به ظاهر میگه. یم چقدر خریدم؟ حتی پولون پشم بازه، یم نگاه کن چمدون گم شده، من چمدون گم شده خریدم، اصلا مشخصه دیگه برای یه همجنسگره رنگش هم اصلا متفاوته رفقا. اوه اوه چه آدم سنگینه سید. چمدونی که خریدم خیلی بد توش ریلو میلو باشه به احتمال خیلی زیاد، رمزشون نمیدونه رمزش چند میتونه باشه دیگه، باز نمیشه آخه، این رمز داره، همینجوری شانسی بزنیم. آه باز شد بچه، باورم نمیشه. وای بذاری یه دستکشم بپوشم که خوره دارکتر بشه، سید یکم دارکتر بشه. بریم آه بریم ببینیم تو چی میتونه باشه، چیا داره. اوکی وای باورم نمیشه، نگاه کنیم بچه اوه مای گاد بچه این چیه؟ گریله؟ از این دیبراتور فکر کنم، ویبراتوره نه؟ بذار بو کنم ببینم، بو نازسری نمیده، بوی سوراخ کون میده؟ فکر کنم همجنسگرایی گذاشته بوده روی سوراخ کونش که این پروستاتش یه حاله بیاد. یه جورایی هم ماساژورم هست انگار، نمیدونم حالا ماساژوره یا ویبراتوره. باور نکردنی، آخ چه حالی میده. من بذارم رو دیک. اگه اون همجنسگره داره این ویدیو رو میبینه، توی کامنت ها بهم اعلام حضور کنه تا براش ارسال کنم، براش پک بکنم، پک فیزیکی میکنم، پک فیزیکی یه میلیاردی براش درست کنم، روش نگین کاری میکنم، براش ارسال میکنم. خیلی راحت اینو گفتم بگم که اگه دید بدونه که ما از همجنسگرا هم حمایت میکنیم. ولی چی این دستکشون؟ همونطور که میدونید خب کیان یه رست خیلی عجیب غریب هم کرد، پوتک و سر اون اسکیایی که از مستر بیست میکرد و همچنان با هم درگیری دارن. الان هم دوباره یه تیکه به پوتک اومد، حالا سر اون پک فیزیکی میلیون دلاری که خودش میگفت درست کردم و قراره به یکی از کسایی که آلبوم خریدم بدم و
مدت خیلی زیادی هم هست که هی باش ویدیو درست میکنه و میگه به زودی میدم و از این جور حرفا، که خب الانم داره کیو دی پای عملا یه تیکه بهش اومد که اونم خب داره دروغ میگه.